سلام رفقا امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و هر کجا که هستید زندگی به کامتون شیرین باشه مهدی هستم میزبان و همراه شما در کانال امشب هم قراره که با هم پرونده ی عجیبی از تهران رو که بهمن ماه سال گذشته مردی حدوداً 38 ساله که مجرد بوده و یه شرکت خصوصی داشته ناپدید میشه و پدر پیرش پیگیر کارای اون میشه و گزارش مفقود شدن اون رو به پلیس میده اما پلیس طی تحقیقاتی که داشته متوجه میشه که اتفاقات وحشتناکی افتاده رو بررسی کنیم قبل از هر چیز خوشحال میشم اگه به این تیپ محتوا علاقه دارید حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و اگر دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید چرا که با این کار باعث میشید خانوادهمون روز به روز بزرگ و بزرگتر بشه من هر شب ساعت 9 با یه پرونده جنایی همراه شما هستم بریم وارد پرونده بشیم تا ببینیم ماجرا دقیقا از چه قراره اواسط بهمن ماه سال گذشته بود که مردی به اسم فریبرز که حدوداً 63 سالش بود به اداره پلیس آگاهی تهران اومد فریبرز در حالی که کلی استرس داشت و گریه میکرد به نیروهای پلیس گفت که سه روزه که از پسرش خبری نداره و به شدت نگرانه این مرد توی اظهاراتش میگه مطمئنه که برای سپر اتفاقی افتاده چرا که اصلا سابقه نداشته که پسرش بدون اینکه به اون خبری بده از خونه بره و دیگه برنگرده فریبرز میگه پنج سالی میشه فریبرز میگه 15 سالی میشه که همسرش رو از دست داده و اونا فقط یه بچه یعنی همون سپه رو داشتن سپهر هم به خاطر اینکه اونو تنها نذاره ازدواج نکرده بوده و با پدرش زندگی میکرده این مرد تو تشریح ماجرا میگه پسرش هر روز صبح زود به سر کار میرفته و از را هم مستقیم به خونه می اومده اما سه روزه که ازش هیچ خبری نیست نیروهای پلیس بعد از ثبت این گزارش تحقیقات خودشون رو شروع می کنن استعلامهای مختلفی رو از ارگانهای مختلف می گیرن تا شاید اثری از این پسر پیدا کنن اما سپر نه توی بیمارستان نه توی پزشکی قانونی و نه توی زندان بوده برای همین کار کمی سخت میشه مأمورا چند روزی رو پیگیر بودن اما هیچ اثری از سپر پیدا نمیکنن تا اینکه یه گزارش راز این پرونده رو برملا میکنه مردی حدوداً 35 ساله که از اهالی منطقه پاک دشته 25 بهمن ماه به اداره پلیس زنگ میزنه و گزارش میده که یه ماشین پژو پارس سفید رنگ چند روزیه که خیلی غیر عادی تو یکی از جاده های خلوت اون حوالی پارک شده و دقیقا مشخص نیست که برای چه کسیه اون از معموران میخواد تا به این موضوع رسیدگی کنن چرا که احتمال سرقت وجود داره مامورای آگاهی حالا با کشف جنازه و مشخص شدن اینکه سپه به قتل رسیده تحقیقات خودشون برای پیدا کردن قاتل رو شروع می کنن. کارشناس های اثر انگشتنگاری همه جای ماشین رو بررسی می اما متاسفانه سر نخی پیدا نمیشه. از طرفی نیروهای پلیس دوربین های مداربسته ی محل حادثه و جاده های منتهی به اونجا رو هم بررسی می اما باز هم اطلاعات به درد بخوری پیدا نمی کنن تا اینکه تلفن سپه رو بررسی می کنن. تقریبا هیچ تماسی جز یه تماس مشکوک نبوده. مامورا شماره یه تلفنی که برای آخرین بار با سپهر تماس گرفته بوده رو بررسی می کنن و طی این تحقیقات موضوعات خیلی مهمی مشخص میشه. اما واقعا ماجرا از چه قراره و دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ سالها پیش زن و مردی به اسم فریبرز و افسانه از اونجایی که نسبت فامیلی داشتن و خانواده ها هم علاقه به وصلت این دو نفر داشتن با هم ازدواج میکنن. فریبرز و خانوادهش وضعیت مالی خیلی خوبی داشتن و اونا از همون اوایل توی نیاوران زندگی میکردند. خانواده افسانه هم به لحاظ مالی وضعیت خوبی داشته. زندگی این دو نفر از هر لحاظی تامین بوده و هیچ مشکلی نداشتن. توی این سالهایی هم که با هم زندگی میکنن فقط صاحب یه پسر به اسم سپر میشن فریبرز برای پسرش هیچی کم نمیذاره و اون از همون اول وارد بازار کار میشه و از سن 23 سالگی برای خودش یه شرکت خصوصی میزنه اتفاقا تو اوج موفقیت هم بوده و تقریبا همه چیز خوب بوده که متاسفانه مادرش رو به خاطر کهولت سن از دست میده و شرایط زندگی اونها تغییر میکنه سپر مادرش رو خیلی دوست دوست داشته برای همین یه مدت همه چیز رو ول میکنه چند سالی از فوت مادر سپر میگذره و این پسر هم کم کم به خودش میاد سپهر از اونجایی که پدرش بعد از فوت مادرش تنها میمونه از طرفی پدرش رو هم خیلی دوست داشته تصمیم میگیره تا ازدواج نکنه و با پدرش توی خونه زندگی کنه تا اون احساس تنهایی نره چند سالی از این ماجرا میگذره و سپهر توی کارش خیلی پیشرفت میکنه تا جایی که چند تا کارمند هم برای خودش استخدام میکنه اون اواخر سال 1400 برای اینکه کسب و کارش رو گسترش بده باز بازم درخواست جذب کارمند میزنه این بار یه دختر 26 ساله به اسم مریم هم برای مصاحبه به شرکت اون میره اما مریم کیه و برای چی به شرکت سپهر اومده مریم یه دختر 26 ساله است که حدودا سه سالی میشه که با پسری به اسم احمد که چهار سال از خودش بزرگتر بوده ازدواج کرده از طرفی خانواده اون رضایت به این ازدواج نداشتند چرا که فامیل و اطرافیان چند باری گفته بودند که احمد به لحاظ اخلاقی مشکل داره و کمی شکاکه اما مریم به حرف خانوادهش و فامیل گوش نمیده و با احمد ازدواج میکنه در واقع این پسر یه جورایی دل مریم رو به دست آورده بوده و حالا مریم از اون دست نمیکشیده وضعیت خانوادگی مریم و احمد زیاد قابل تعریف نبوده احمد هم به لحاظ مالی وضع زیاد خوبی نداشته و معمولا با ماشینش مسافرکشی کشی میکرده اونا تو یکی از محله های میدون سپاه زندگی میکردن دو سالی از زندگی این دو نفر میگذره و از اونجایی که وضعیت خوبی نداشتن تصمیم میگیرن که فعلا بچه دار نشن از طرفی مریم با احمد حرف میزنه و اصرار میکنه که اونم به سر کار بره تا شاید پول بیشتری به دست بیارن و وضعیت زندگیشون کمی بهتر بشه احمدم بعد از یه مدت قبول میکنه و مریم اواخر سال 1400 خیلی اتفاقی در حالی که دنبال کار بوده شرکت سپه رو پیدا میکنه و برای مصاحبه به اونجا میره مریم برای کار منشیگری به دفتر سپهر میره حدودا دو روز بعد از مصاحبه ای هم که انجام میده برای کار قبول میشه و اونجا مشغول کار میشه دقیقا از همین جا هم هست که مشکلات و اختلاف بین احمد و مریم شروع میشه این پسر هر از گاهی زنش رو خودش به سر کار میبرده مریم هم توی یه مدت خیلی کم میتونه که توی شرکت جا بیفته و با سپر هم خیلی صمیمی میشه از اینجا به بعد رو طبق گفته های احمد براتون روایت میکنم این پسر میگه زنش بعد از سه ماه از فعالیتش توی شرکت رفتارش به کلی عوض شده بوده و اصلا به اون بها نمیداده شبا دیر به خونه میومده و صبح هم زود از خونه خارج میشده احمد میگه اوایل من زیاد سخت نمیگرفتم اما بعد از یه مدت نتونستم تحمل کنم و واقعا به ماجرا مشکوک شدم این پسر میگه هر بار که از مریم میپرسیدم همش به هم میگفت که تو در اشتباهی و علکی مشکوکی من هیچ کار اشتباهی نکردم اما مثل اینکه واقعیت یه چیز دیگه بوده احمد میگه مدتی از این ماجرا گذشت و شرایط ما هم به همین شکل پابرجا بود که عواست بهمن بود که من متوجه شدم که مریم گوشیش رو عوض کرده و یه گوشی گرون قیمت خریده این پسر میگه عصبی شدم و توی خونه دعوا به راه افتاد گوشی مریم رو برداشتم و توی گالری رو چک کردم و دیدم که کلی عکس که از سپهر صاحب شرکت باشه گرفته شده برای همین عصبانیتم هم بیشتر شد ماجرا رو از مریم پرسیدم و اون گفت که توی شرکت علاوه بر کارهای منشیگری موقعی که جلسه هم برگزار میشه از اونجایی که باید عکس گرفته میشده سپهر این گوشی رو براش خریده تا اذیت نشه اما احمد قبول نمیکنه و شماره سپهر رو از توی گوشی م... مریم بر داره و از خونه خارج میشه این پسر به زن شک کرده بوده و فکر می کرده بهش خیانت کرده برای همین با سپر توی منطقه پاکدشت قرار میذاره و ازش میخواد که همدیگر رو ببینن سپر هم بدون هیچ ترسی به سر قرار میاد احمد میگه سپر به هم گفت که با زن اون هیچ نسبتی نداره و هیچ اتفاق اشتباهی بینشون رخ نداده حالا هم اگه اون رضایت نداره مریم آزاده که دیگه به سر کار نیاد و اون هیچ مشکلی نداره احمد اما حرفای سپهر رو قبول نمیکنه و اون با خودش دوتا چاقو برده بوده این پسر با چاقوها ضربه های زیادی به سینه و صورت سپهر میزنه و بعد از اینکه اونو به قتل میرسونه جنازه اون رو داخل صندوق ماشین میذاره و از اونجا فرار میکنه احمد مستقیم به خونش میره و بازم با مریم درگیر میشه و بهش میگه که دیگه حق نداره که به سر کار بره اما نیروهای پلیس شماره احمد رو از روی تماسای سپر پیدا کرده بودن ولی شماره به اسم فریبا بوده برای همین این زن به اداره پلیس آورده میشه اتفاقا توی اظهاراتش به اختلافاتش با همسرش برای کار توی شرکت سپر اشاره میکنه و میگه اگه اتفاقی هم افتاده باشه همسرش توی این ماجرا دست داره نیروهای پلیس مشخصات احمد رو از مریم میگیرن و این مرد بازداشت میشه احمد هم توی اداره پلیس خیلی شفاف همه ماجرا رو تعریف میکنه و اتفاقا به قتلی که انجام داده هم اعتراف میکنه نیروهای پلیس بعد از اظهارات این مرد و بازسازی صحنه جرم پرونده اون رو تکمیل میکنن و کیفرخواست احمد صادر میشه این مرد متهمه به قتل عمد میشه و پرونده برای رسیدگی به دادگاه فرستاده میشه جلسه رسیدگی به پرونده احمد هم برگزار میشه و قاضی پرونده اول دادگاه شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه و احمد وارد جایگاه میشه و همون اظهارات قبلی خودش رو میگه از طرفی پدر سپهر یعنی فریبورس درخواست قصاص میکنه و قاضی پرونده مجددا شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه و احمد رو به اتهام قتل ام محکوم به قصاص میکنه خیلی مخلصیم رفقا رسیدیم منتهای پرونده خوشحال میشم نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید و پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به مردی که پنج بار سرقت میکنه و آخرین بار توی یکی از سرقت ها تجاوز میکنه رو حتما 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 ببینید